درود بر همیانان گرامی. خب ما برنامه آریا رو بانوان آیتا داشتن، حالا میخوان برنامه تازیان رو داشته باشن این هفته که دوستان بسیاری خواسته بودن که از همون تازیان نخست نتوفیان آغاز کنیم. خب شما برنامه تو چیست؟ بفرمایید. درود بر همیهنان گرامی. بله، امروز تیرشید از هفته 13 شهریور ماه سال 12353 کیومرث مهر میترایی برابر است با 4 سپتامبر 2019 ترسایی. بله بله، همون کنی که گفتید این برنامه رو به شونده این که تازیان و پدر بزرگ تمام تازیان، پدر سگشون با پوزش از سگ، بله؟ بله، با خود دقیقا با پوزش از سگ. دوستان گره کرده بودن به سگ زیاد توهین نکنشه. سگ جون. بله. پدرشون، پدر بزرگ همه تازیان، نتوفیان ها، برنامه داشته باشیم که امیدوارم زیاد بلند نباشی که دوستان خسته میشه، خسته و مانده نمیشه. خودشون بشه. گفتن خسته نمیشه. بفهم. بله، به هر روی این جستار ناتوفیان ها و اصولا تازیان، ریشه تازیان، ما اگه به برنامه پیشترمون که بازگشایی جستار آریایان بود بیاد بیاریم که دیدیم از همان زمان دوران وداهای باستان که به 33,000 سال پیش برمیگرده، ما همواره در نوشته هامون نیست از زمانی که شروع کردیم به نوشتن آریایان در 33,000 سال پیش. دقیقا از همان زمان دیدیم که در جای نوشتارهای به جای مانده وداها از جنگ بین آریاییان با تازیان همواره سخن رفته که نامهاشون هم در اون متون نامهای گوناگونی دارن، از داسایو، داساز، اشوراز، پنیز. همینجوری هر که به جلوتر میاییم در تاریخ میبینیم که نامها خوب عوض میشن، مثل امروز که میبینیم ناتوفیان پدر بزرگ همه اینها، سپستر به امرایت، اکیدیان، سومریان. پیش از اون سومریان. بله، از سومریان 5000 ساله بعد اکیدیان. بله، و آشوری و بابلی و عبری و عربی و اون سوی دیگر این مناطق که میخوره به تورانیان و چین و ماچین و اینها، که اینها رفتن نفوذ کردن و سکاها و دیگر تازیان خزری که مجموعه تمام تازیان میشه. اما در صد تا سر اطراف آریاوارتا از شرق و شمال شرقی، از باختر و خاور و بالای ایران، ایران و هند، این هم به صورت یک نیم دایره، یعنی فرای مرز ایران و هند، مرز ایران دور تا دور آریایی ها رو گرفته بودن و با دسیسه همین کسانی که ما جهودان میگیم و بسیار رهبر کل تازیان جهان بودند از باستان، ما میبینیم که اینا مرتب حمله میکردن. اما اینکه این نیم دایره که دور ما گرفته شده، نیم دایره جهنمی رو کی ما میتونیم تمیز بکنیم، زمانش امروز بسیاری همیانان گرامی یه مقدار ناامیدی داشتن و شک داشتن. اما شک نداشته باشید، برای اینکه این سیستم تازی در حال فروریزی است و به روشنی ما اینو میبینیم. خب شما از کدومی که از تازیان خوشم بله، تا اونجایی که پیش رفته به ریشه ها رفتم، پیشتر از اون هنوز دست نیافتم بهش، ولی ناتوفیان ها که بر اساس گفته های خودشون و نوشته ها، تحقیقات خود همین این باستانشناسان جهود هم به 12,000 سال پیش میرسه، میتونه ریشه تمام این
تازیان باشه. حالا پیشتر از اون هم اگر نام دیگه ای داشته بودند که حتما هم بوده، چون تا 33,000 سال پیش رفتیم. یعنی تازیانی بله که در اینها منطقه لوانت که دقیقا میشه اسرائیل و بخشای از سوریه و ترکیه حتی، بله اینا میزیستن اون زمان دقیقا با حمله و ایجاد رعب و وحشت و اولین مذهب سازان به گفته خودشون به اطرافشون حمله میکردن تا 5,000 سال پیش که دقیقا تبدیل به سومریان شده بودن به میان رودن حمله کردن. بله خب این بله در تحقیقات پژوهش‌های خودشون لوانت و همگونی که گفتین، این مجموعه کشورهایی که به اسم لوانت در واقع جنوب ترکیه، کل اسرائیل و فلسطین و بخش‌های شمالی سوریه و جنوبی ترکیه و حتی بخش‌های لبنان رو در بر می‌گیره لوانت. ولی با هر چه پژوهش بیشتر من متوجه شدم که هسته اصلی این ناتوفیان‌ها در خود اسرائیل و جرایکو با گلیلای و خود منطقه اسرائیل امروزی که همون بوده. اسرائیل در هست که به ما عربا و به ما ایرانیان و به عربا زور کردن گفتن نگین اسرائیل، برای اینکه همه میفهمن منظور همون به اصطلاح قدرت کشتار مردم یا جان مردم رو گرفتن، به اصطلاح فرشته مرگ که کی درخواست میکنه؟ یعقوب از یهوه درخواست میکنه که رقب اسرائیل بهش داده بشه و بعد نام اسرائیل که به ما گفتن نگین اسرائیل، بگین اسرائیل. ولی این همونگونه که گفتم هسته اینها در خود اسرائیل هست و مناطقی که بر اساس باز پژوهش های خودشون قدمت اونجاها رو 12 حتی 13 تا 15,000 سال پیش هم تخمین زدن. بعد شهرها و مراکز دیگه‌ای که در اثر باستانشناسی و اینها به دست آوردن در جنوب ترکیه و یا شمال سوریه و اون مناطق، شک چه ارز کنم اون مناطقی که بهش مثل گوبرکی تپه، بله تپه ها و چیزهای باستانی که به دست آوردن، اونها تخمین به اصطلاح کهن بودنشون 2,000-3,000 سال پس از اون ناتوفیان های اسرائیل هست. و میبینیم که حتی سپستر روشن خواهد شد که در اونجاهایی که سپستر به اینها باز منصوب میکنن، میخوان بچسبونن بقیده من به اون ناتوفیان های اصلی، از این دلیله که میخوان یه جوری بگن که کشاورزی هم در ناتوفیان بوده که در این که همش تازی نبوده، بله که خود باستان شناسای اصلی که اونجاها رو کاوش کردن گفتن به هیچ وجه اثری از کشاورزی نبوده. یعنی این شبان گفتم شهر کنن برای اینکه شهرسازی نبود، بلکه تونسته بودن به شکلی سنگ تراشی رو، سنگ رو با سنگ می تراشیدن، با سنگ های تیزتر، سنگ رو سنگ های که راحت تر فرسود تراشیده می شدن اونا رو می تراشیدن و به همین دلیل اون موجودات عجیب و غریب و وحشت آفرین و جونده و گزنده و اینها رو ترسیم میکردن و به عنوان خدایان میپرستیدن و اولین به گفته خود باستانشناسای جهودشون اولین پایگزاران مذاهب ارگانایز ریلیجن بودن. بله. ولی میبینیم که این مجسمه های ساخته شدهشون در میان مشتی رابل و آشغال و کلوخ و سنگ و اینها پنهان شده، نه بر روی ساختمان یا سنگ هایی که در یه ساختمان به کار رفته باشه. بله بله ببینید مناطق اولیه‌ای که به ناتوفیان ها نسبت میدن خود اینها اصلا چرا بهش میگن ناتوفیان؟ برای اینکه در یک غاری به اسم وادی الناتوف در جوده یا هیلز، در اون تپه هایی که به اسم جهودیه در اونجا به همین شوند هم اسم ناتوفیان بهش دادن، چون در این غاری که در وادی ناتوف بوده به دست آمده. این اسم امروزی اون وادی اسمش ناتوف بوده، بله. اسم عربی جهودیه که بعد گذاشتن روی این مجسمه ها و سنگ ها و اینا. و اینکه در جای دیگه ای که از باز قدمتش با همون باستانی ناتوف برمی کرده در جرایکوه که جریکو که بخش از اسرائیل امروز، بله. افتاده تو قسمت
اون یکی داره دسته تازیان. نه نه به طرف اردن که نه نیافتاده. جرگو، یعنی منظورم که با کی الان تازی ها می جنگن؟ اسرائیلی ها و فلسطینی ها. فلسطین افتاده تو منطقه به اصطلاح فلسطینی که خب زیر اکیپیشن اسرائیل. بله همینطوره. پس این دوتا منطقه به ویژه از هسته های همین این به اصطلاح تازیان ناتوفی هستن. هم گونه که گفتین هیچ گونه کشاورزی در اونجا نبوده، اینها بر اثر ترور و ریدینگ و به حمله و دزدیدن محصولات کشاورزی از اطراف شهرهای به اصطلاح باستانی کشاورز میگه به اصطلاح میزیست میکردن و اینا همه چیزهایی که خودشون گفتن و هیچ به اصطلاح نه اهلی کردن آثاری از اهلی کردن گیاهان، حیوانات یا گندم ها اینها به هیچ وجه پیدا نکردن در اینجا و این به اصطلاح یکی از چیزهای تعجب کننده بود که خودش چجوری چی میخوردن؟ آره خودشون هم چیز میکردن. این موجودات وحشتناک چی میخوردن؟ تنها با ریدینگ. ریدینگ یعنی تازیگری، یعنی حمله، یعنی حمله بکنی، بدزدی، غارت کنی، بعد بسوزنی، نابود کنی و برگردی. بعد وقت از این لحاظ میگم که من به این نتیجه رسیدم که اینها اولین و هسته های چیز هستند، ناتوفیان، که خب از اسمش هم معلومه، ولی سعی کردن اون تپه ها و اون جایگاه هایی که به هر حال چندین مایل یا که در کشور بغلیشون که امروزه مثلا ترکیه یا سوریه باشه اونها رو هم بچسبونن به این جریان ناتوفیان ها، از این دست هست که در آن جاهای دیگر هم به صلاح حیوانات اهلی پیدا کردن آثارشو، هم سیریالز به صلاح دانه های خوراکی و مثلا گیاهایی که برای خورد و خوراک است. از یعنی همین مثلا روی میخوان اینها رو یه جوری بچسبونن به این تازیان ریدرز، ترور افکن، وحشی و حمله کن. و خب اونا هم برحال به جز مقداری کشاورزی بیشک از ژنتیک خاص تازیان احتمالاً درشون بوده و چون زیاد ریدر هم بودن، اگر تونسته بودن یه سری کشاورزی اینها هم یا اون گندم هایی که پیدا شده باقی موندهش میتونه جزو چیزایی که دزدیده بودن باشه. بله. اما گوبلکی تپه به هر حال میفته تو قسمت هایی از ترکیه امروز، جنوب ترکیه امروز، که به هر حال یه جوری نزدیک میشه به جاهایی که سرسبزتر بوده و یا نزدیک به جوامع آریابارتا، سرزمین آریابارتا، یعنی از یعنی ایران و هند باستان. دقیقاً ببینین از این لحاظ که درسته که این مناطق به اصطلاح مثل گوبلکی تپه که بیشتر به صحبت ما آثاری که در واقع به دست آمده از گوبلکی تپه و اون رو بررسی خواهیم کرد که در جنوب ترکیه هست و شامل لوانت میشه، اما در این حال نگاه بکنید که مثلا شهرهای زیرزمینی این خودش یک کلیدیه. چرا شهرهای زیرزمینی هم در اون اطراف به دست آمده؟ مثل شهر درانکایوب که در اون هم در ترکیه میفته. این شهرهایی که چندین سپستر. متر بله سپستر و چندین و چند متر در زیر زمین هست، اینها نشان دهنده این که این تضاد جنگ آریایی ها با تازیان، چون هرچی باز نزدیکتر به طرف سرزمین های آریایی میشه یه مقدار اینا مخدوشتر میشه، ولی این جنگ باعث میشده که ما به شهرهای زیرزمینی هم در آریاوارتا بسیار هستن. به این برای اینکه بردگیری از همون که خوندیم و میدونیم در زمانهای باز از زمانهای بسیار باستان بله اینا کارشون بردگیری بوده و اینهایی که میخوان بگین که اینا دقیقا شهرهای زیرزمینی، شهرهای زیرزمینی که آریاییان اونجا در خطر حمله تازیان بودن همیشه، این شهرهای زیرزمینی رو میسازن که موقع اینا حمله میکردن و میسوزوندن و نابود میکردن به صورت مور و ملخ، هزاران صدها هزار میریختن و میخوردن و به صورت نابود میکردن، تجاوز میکردن. آریایان به زیر زمین دقیقا. در شهرهایی که اصلا مشخص نیست چگونه میشه وارد این شد، وارد آره. این زیر زمین شد.
میرفتن میموندن تا زمانی که اینها به هر حال کسافت کارشون رو میکردن، برمیگشتن و دوباره آریایان بله. برمیگشتن و تونستن سرزمین رو از نو بسازن و کشت بکنن. دقیقا یکی از عوامل مهمش خب دوران پسا یخبندان بوده و دورانی که میدونستن یخبندان میشه، که در اسطوره های ما هم آمده که در دوران جمشید چگونه ما به اصطلاح شهرهای زیرزمین ساختیم. اما در این حال یکی از عوامل بسیار مهمش همین حمله های تازیان بوده. یعنی ما همیشه این جنگ ادامه داشته دوستان، بله. زیاد خود رو نگران نکنید. این جنگیه که در آریا وارتا ما میستادیم جلوی اینا و در اطراف آریا وارتا، در اطراف سرزمین های آریا وارتا سعی میکردیم که این پردیس رو بکشیم به اونجا و اونجا رو آباد کنیم، ولی چون نزدیکتر به گروه های تازی بخور و هورت بکش و زیاد شو بسا بخور بیاشم زیاد شو توراتی که بعدن اینها میره در تورات، اینا همه از اون تمام تورات، از تمام این چیزهایی که از زمان سومریان از نتوفیان و بقیه داره به سومریان رسید و اونها تبدیلش کردن به یک شیوه تفکر و اونا رو نوشتن که راه اینه. اون داستانهای خودشون که میبینیم در تورات به اشکال دیگه تکرار میشه و نامها یه ذره تغییر میکنه، اینها همه از اونجا میاد، چه ایشتار فاحشه مقدس، چه بگیریم که نوح که اسم دیگه ای داشت در میتولوژی سومریان، اترهسس. میبینیم که خب بس ببینید این راز رمز، این دیالکتیک برخورد، این جنگ همیشگی نیروی فراپوینده، نیروی سازنده پردیس با نیروی فرو رونده یا نیروی تاریکی یا به گفته کوتاه اهریمنی همیشگی بوده از زمانی که به هر حال احتمالاً هوموسپینس وجود داشته. اما ما مدارکی که میبینیم از زمانی میتونیم بگیم که حتی در وداهای پیش از یخبندان میبینیم که این جنگ ادامه داشته به تا کنون و امروز به reckoning point یا زمان رسیدن تمام این پدیده که مشخص بشه آیا این جنگ چند ده هزار ساله به نفع زمین تموم میشه و تازیان از روی زمین محو خواهند شد، یا تازیان میتونن کل زمین رو تبدیل به هم گیهنم توراکی میخوان بکنن و زمین نابود خواهد شد و مشخصا خودشون هم نابود خواهند شد. این اون لحظه حساس، اون درنگ حساس زمین به هر حال به همین دلیل تصمیم گیری ما مردمان امروز در تاریخ 4 میلیارد ساله کره زمین سرنوشت ساز خواهد بود و در نتیجه ما نمیتونیم افورد کنیم، یا به فارسیش به پارسی چی میشه، نمیتونیم بر بتابیم روی بتابیم که آقا حالا فعلا حالا ببینیم چی میشه و اینها نیست، تصمیم خود رو باید بگیریم. بله، دوستان پرسیده بودن منابع از این دست که به در این مورد پژوهش بشه، من چند یکی دو تا میتونم بهتون معرفی کنم، بقیه از همین به اصطلاح جستجو در اینترنت هست که خیلی مشکله که سره رو از ناسره تمیز بدین، ولی با اون شاه کلید همیشگی آریاییتون میتونین به صلاح تمیز بدین که چی به چی هست. یکی هست The Rise of Civilization by David and Joan Oates که این مال 1970s باید باشه این کتاب، و دیگری یکی از بهترین به اصطلاح مدارکش همون نشنال جیوگرافی، مجله نشنال جیوگرافی جون 2011 است. بله، مجله اسرائیلی به نام نشنال جیوگرافی. بله. و حتما اسمش رو شنیدی، در ماه جون 2011 مقاله بزرگی ما اولین بار برخورد کردیم در همون در سال اونجا به این موجودات و بعد نتانیاهو اومد تو آمریکا و گفت ما از همون هاییم، خودش گفت ما از همین هاییم، همین هایی 12,000 سال توی سازمان من خودش اعلام کرد آقا خودش جالبی اینه که این شخصی که در واقع حالا ما بیشتر آثاری که از به صلاح رسوم و
نوع روش زندگی اینها به دست آمده، همون گوبلگی تپه هستش که بیشتر کاوش این باستانشناس در اونجا بوده و خیلی از بسیار کلیت ها در اونجا پیدا کرده. این شخص که اسمش از کلاوز شمیت که با به اصطلاح یکی از ریسرچرهای جرمن آرکیولوژیک اینستیتوت هست، یعنی با آلمان، این آلمانیا باز با اینکه جود تویشون خیلی نفوذ کرده، باز یه مقدار میشه علمی بهشون تر سعی میکنه. بله بهشون چیز کرد. و جالبی این که این شخص که 15 سال در اونجا کاوشناسی کرده و اینها رو به دست آورده و آثار رو به اصطلاح روشن کرده، به مزاق با اینکه خود این نشنال جغرافی این مقاله رو بیرون داده، بعد از این جریان و سالهای بعدتر از اون به مزاق اینها باز اسرائیلیا خوش نیامده و جهودهای به صلاح دست راستی تر رو فرستادن که مالی کشی بکنن به چیزهایی که این پیدا کرده. یکیش همون نبودن کشاورزی یا نبودن خانه هایی که اصلا در اون مکان مکانی بوده برای همین مذهب سازی، اصلا اونجا زندگی نمی کردن، آشپزخونه یا مثلا جای خورد و خوراک یا جای خواب اینها اصلا در اون منطقه وجود نداشته. مثل عرب تو بیابون زندگی می کردن ولی اینا رو با سنگ می تراشتن. من فراموش کردم بگم که نتانیاهو با افتخار می گفت که ما 12,000 ساله هستیم، از اینا میایم خدمت داریم و اولین مذهب سازان روی زمین بودیم. بله. یعنی با افتخار میگم، من نه که بگم داش میگم ما تازی هستیم اونجا، داش با افتخار میگم. حالا از یه طرف تورات بیشعورشون و دستیزکاشون میگه ما عمر زمین 6,000 ساله، خدا تو هوا اومد دنیا رو ساخت، و اگه دنیا رو ساخت باید بگیم که احمق، پس کجا زندگی میکرد خدایی که اومد دنیا رو ساخت؟ حتما تو دنیا زندگی میکرد یا تو هوا زندگی میکرد، هوا هم دنیاست دیگه. بعد آدم هوا یهودی رو ساخت و بعد چمین جهودا به سر تا سر زمین پخش شدن و بعد اینکه چند دفعه هولوکاست شدن، مثلا زمان نو همه جهودا هولوکاست شدن، فقط یه خانواده باقی مون که با دخول به یک دیگر دوباره زمین رو پر چیز کردن. یعنی همه مردم زمین چی هن؟ نوحیان، یعنی از یه جا اومدن به قول معروف، نه در به قول معروف با بچه هاشون یا با خواهر برادرای مادر چیزن دیگه، از نتیجه چی بهش میگن به دنیا اومدن، زنا. ببخشید من دارم میگم بعدش گفت ما زناکاریم، ما زناکارانیم. بله خب جالبیش اینه که خود همین شخصی که کلاوس شمیت که میگم آرکیولوژی کرده، باستان شناسی کرده اونجا رو، با تمام این شواهدی که دیده، خودش به این نتیجه رسیده که ما دو راه بیشتر جلو رومون نیست. بل. یا اینکه به اصطلاح بعد از آخرین یخبندان روی زمین به اصطلاح کشاورزی باعث شد که به اصطلاح شهرنشینی بشه و بعد سپستر مذاهبی به وجود بیان، یا اینکه نه organized religion باعث شد که سپستر به اصطلاح کشاورزی روی به رخ بده. اینه که میگه خود همین این باستانشناس آلمانی که من میگم آقا کلاوس، کلاوس یعنی خودشونم باز به این نتیجه رسیدن که دو راه، دو دیدگاه، دو جریان در جریان هست در دنیا. در واقع همون صحبتی که ما میکنیم، یکی تازیان و یکی آریاییان. برای اینکه خب بالاخره نمیگی که تورات درسته اینا 6,000 سال، نه دیگه اینو اصلا اوت کردن این بدبخت رو دیگه، خفش کردن، سرصداش بلند نکردن. بعد یه سری یا 12,000 اینستیتوت های به صلاح جروزلمی اومدن تیک اوور کردن، بعد میگن آها این یه دونه یه آسیاب گندم ما اینجا میرن یه دونه میذارم، یا یه آسیاب گندم میدید دو تا دونه گندم ما اونجا پیدا کردیم. هم تو همین فرتون که میبینید تو این عکس دست چپ اگه نگاه کنید، اون تیکه سنگ مثل که چپوندن لایه مختاش
سنگ و کلوخ و خاک و اینا عکس البته من برداشتن. توضیح میدم بله اینو، این بی ربط هم نیست بله برای اون ریچوال هایی که اونجا داشتن. چیه روش این نقشه؟ ببینید، این دست راستی که مثلا شبیه اپاسم یا جونده یا میگن چیزی، جونده ترسناک به آره، اصطلاح، بعد سمبل خودشون. دقیقا بعد دست چپی ما میبینیم که در اون حیواناتی که در اونجا هست نقش دارن، مثلا عقرب توش پیدا میشه، والچر، مرغ لاشخور، بله لاشخور میگن، لاشخور، بله مرغ لاشخور هست. حالا همشون مسله شدن آره، یه بعد جوری پر از ببینید جانورایی که از اونجا چیز کردن، یا مثلا جانورایی هستن که گزندن مثل عقرب و این چیزها، یا جوندن مثل اپاسم و اینها، یا لاشخورانی مثل هم مرغ لاشخور. پس بس موش سیستم خوشو بعدم در فرهنگ از همینجا ها تازیان میاد، که موش خوشو یا همون مردوخ خداشون مردوخ، باشه. مردوخ که بعد مرخای میشه توی تو و یه جونده یه چیزی اینا که بعضی دوستان داره فکر میکنن آقا این شیر میکشری از این چیزاست، یعنی یک ترکیبی از از این اینهاست، موجودات جونده و موزی. موزی. اون وقت ریچوال های اینا چی بود؟ نخستان که یعنی موزیگری رو میپرستیدن. بله، نخستان که بزن از لحاظ استراکچر، دقیقا موزیگری میپرست، یعنی پرستش موزیگری. حالا مگه ریچوالشون بگم میفهمین جریان چی بوده. خود این گوبل کی تپر که به اصطلاح از طریق ریدار چیز کردن، این دایره های استراکچر ها به صورت دایره های مثلا فرض بکنین سی فیت دایامتر، یعنی قطرشون 30 فیت تا 100 فیت باشه. یعنی عکس برداری با رادار از بله، بالا. عکس برداری با رادار که کردن 20 تا از این دایره ها دست کم در مثلا همین محیط گوبل کی تپه به دست اومدن. اون وقت هر کدوم از این دایره ها شامل به اصطلاح یک ستون های تی شکل شبیه تی که خیلی هم بلند هستن می باشن، که بعد از کاوش ها اینها می بینن که مثلا این ریپریزنت کن، خود همین کلاوز اشمیت همه اینا را به صورت دیسفه کرد، اینها به صورت هر کدوم از این ستون ها که دور تا دور این دایره به اندازه مثلا دست ها رو باز کنیم با هم فاصله دارن، هر کدوم ریپریزنت کننده یک انسان هست، یک آدم، سمبل یه موجود، یه آدم، که یعنی حتی لباس و لنگ و اینها هم روی این ستون ها هست و دست هایی که روی کمر هست، اینها هر کدومشون سمبل یک انسان ایستاده، حالا یه آدم ایستاده است. بعد دو تا از همین این به صلاح تاور یا همین تی شیپ ها در وسط این سیرکل قرار داره که اون دوتا جایگاه سکریفیشال هست، یعنی قربانی کردن، یعنی این به این صورت این ساختمان رو ساختن که فرض بکنید تعدادی از آدم ها دور تا دور ایستادن و دارن به این مرکز این دایره که یک قربانگاه هست نگاه میکنن یا هرچی. از موجودات وحشتناک بله. بعد اون وقت مریضی بودن واقعا. دقیقا بعد از روی آثاری که به دست آوردن، این که همین باستانشناس، این که توی این نخستان که من باید بگم در تمام این محل هایی که به وجود پیدا کردن که هسته های ناتوفیان هست، اکثر و یا شاید تمام اجساد بدون سر هستن، یعنی سر رو قطع کردن و این سرهای قطع شده هم در جاهای دیگر به عنوان مثلا یک کپ سر بله پلاستر، خیلی هاشون هم پلاستر میکردن، یعنی شیپ روش گل و اینا میزنن که همون شکل بمونه. دقیقا و مثلا تو چشماشون و صدف و سنگ و از این چیزا میزنن که خیلی بسیار مثل زنده بمونه، ولی سرها جدا بوده و حالا هرچی ریچوالشون هرچی بوده، اینها سرها رو جدا میکردن و میریختن یه جای دیگه و بدنها هم بعد توی این سرکل این بدنها رو هرکی مثلا خوشتیب بوده مال از یه جای دیگه و سرشو میبریدن. خب اصلا به این جریان سر بریدن از کجا میاد؟ گل میزدن اینا بعد میپرستیدن. در این حال که حسود و بخیل و رشک ورز بودن، در این حال میگفتن اینا، اینا بله، خدا هم دقیقا مثلا. همین که میگین و بعد این که خیلی از این چیزها هم به دست آوردن که مغز این سرها رو میخوردن، یعنی اینکه شواهد هست و اینها همه به صورت تحقیق شده، ریسرچ شده، نوشته از شده. ضحاک ماردوش که مغز دقیقا میخورد و ایرانی ها رو میخورده و بعد
شاه ایران باید میرفته فریدون، فریدون میرفته در دقیقا اورشلیم دقیقا در همین بیت جایگاه اینا. المقدس اونو دستگیر میکرده. پس اینا داستان و افسانه و اینها نیست، اینها در تاریخ کامله که پردیسی بزرگ برشته آورده. این جسد، این آدم یا این همین قربانگاهی که این وسط بوده در شواهدشون هست و به دست آوردن که ریچوالشون این بوده که این بدن بدون سر رو در همونجا میذاشتن، میانداختن اون وسط، بعد ستونهایی را هم که از چوب بوده آتیش میسادن، اون گرد وسط رو همه رو میتونبوندن به قول معروف و همه خاکریز میکردن بعد از اینکه این قربانیشون رو حالا هر کاری میکردن. و بعد از یک دور به اصطلاح این ریچوالاشون تموم شد، کل این جریان رو زیر خاک میکردن و دوباره یه همین سیستم رو میساختن. گاهی این سیستم به اصطلاح سه دایره در هم بوده، یعنی یک دایره اول میکردن، دو، سه، و یعنی یک مراسم وحشتناکی. به صلیب کشیدن هم بعدش توی همون میاد در میان جویدان که مردم رو به صلیب میکشیدن. و میبینیم امروز هم که مثلا KKK تو آمریکا به سبب خودشون میگن آریان نیشن، کثیف‌ترین و زشت‌ترین و وحشتناک‌ترین موجود یهودیایی که در آمریکا هستن. چون مثلا موقعی میخوان سیاه ها رو بکشن و بخورن و نمیدونم کاراشون بکنن، اول یه دونه صلیب رو آتش میدن. دقیقا از همین جا میاد، میبینی که همون اشکال بعدش اونها به شکل تی، همون شکل صلیب تی انگلیسی همون شکل صلیب. خب پیدا کنید چیز فروش رو. بعد ببینید این مثلا خوب توجه کنید که در همین مثلا کاش من میتونستم عکسای مختلف رو نشون بدم. این اوپاسم یا این جوندگان یا اینهایی که گزندگان، اینها همه در روی این ستون که خود آدم هست، سمبل اون آدم هست یا آدم رو به اون بستن و دارن قربانی میکنن، در حال حرکت و جویدن و خوردن و نیش زدنه و اون لاشخور هم به همین گونه که میاد بقیه استخونا رو میخوره. دقیقاً. یعنی ببینید چه وحشتی رو در این مراسمشون اینها به راه مینداختن. کیفشون تو این کارا بوده. این حالا این موجود با انسان انسان مقایسه کن. حالا این ما از یه ژنتیک میایم. اگه باز بخری دوستان فکر میکنن آقا آدم است، پیدا کنید. حالا ببینید که این جریانی که امروز ما در بیشتر و بیشتر هم بیرون میاد در مورد ایلومینادیا، مراسمشون اینها، دقیقاً همین از پدران و پدر بزرگاشون. و حتی من امروز داشتم فکر میکنم این فیلم های هالیوودی که خیلی وحشتناک و ترسناک از همین مراسم های عجیب و غریب هست، بیشک از پدرانشون به اونها رسیده و اینها در واقعیت زندگیشونه و اینها انجام میدن. مثلا بعضی از این کیس های پدوفایل رو که شما دنبال میکنی یا یه وقت میبینین میخونین، مثلا من برخورد کردم دو تا بچه خیلی کوچیک که از طرف پدرشون جهود بودن ولی از طرف مادر مثلا نبودن. اینهایی که مثلا مادرشون جود نباشه کم حالت اوتکست دارن نسبت به این جریانات پدوفیلیا. اینا رو بزرگ میکنن برای خوردن، برای مثلا اینکه بخورنشون، یعنی اول تجاوز میکنن بهشون بعد میخورنشون. و این جریان این دوتا بچه طوری بود که پدره اینا رو یواشکی ببینی اون مدرسه اید که تو انگلیس اینا رو میبردن، اصلا خودش مرکز این جریان بود. بچه ها رو میبردن اونجا، بعد که مادر پدر را دیگه بچه ها رو میذاشتن میرفتن، وقت اینا رو از یک زیرزمین های مخفی میبردن تو اون جاهایی که به صلاح خودشون از این مراسم داشتن، مراسم داشتن از اینها از بچه های مدرسه سوء استفاده های جنسی میکردن و سیرکل های خودشون داشتن. و بعد خود این بچه ها رو که بعدن یه مدتی دست مادرشون بود، یه چیز حقایق رو بیرون آوردن، گفتش که اون پدرشون که جود بود دستشون رو با کارد میگرفته، سر بچه های دیگر رو، قربانی های دیگر رو به زور اینا میبریدن، بعد سرای بریده شده بچه ها رو این زنیکه ها و مردیکه های جود
تو اون مراسم اینجوری میرقصیدن و بهش میگفتن، به این مراسم میگفتن سکال دنس. سکال دنس، بله. میگفتن بعد از اینکه ما این خونا رو میخوردیم و فلان و اینا، بعد شروع میکردیم رقص سکال دنس کردن. بله، ببینید چه وحشتی هست، چه وحشتی هست. داعششون که خب یهودی های اصیل به اصطلاح چچنیا و چچن و این بسیار یهودی خزری هستم، اینو دقیقا همین کارو میکنن، سرا رو میبریدن به بچه ها، میگن دست بچه رو میگن، میگن سر اینو ببر، بعد میگن حالا باش فوتبال بازی بکنین و بعد به سرا مغزو در میارن. دقیقا ببینیم خود همینجا که میگیم سرا جدا هستن از بدن و اینجا توی گورهای مختلف به دست آوردن، دقیقا همین مراسم دیگه در همین گوبل کتاب و جمعه. بله، عرض میکنم که بعدا مغز رو میخورن. نگاه کنیم مثلا، نگاه کنیم مثلا این لاشخوری که در این سنگ نگارنده گذاشته شده داره با یه سری توپی چیزی بازی میکنه. ببینید این چه خودش چی رو الان داره ریپریزنت میکنه، یعنی در واقع این مراسم سرباری و سرخوری چیزی که در درون افراد هست، این بسیار در بیرون خودش رو نشون میده و اینا مدارکی که از خود اینها به جای مونده و اینا با افتخار میگن اینا پدران ما هستن و بالاخره نمیدونیم 6000 سالن اینا این کسافت ها درست شدن یا 12000 سال. اینا دیگه میگن 6000 سال، بعد میگن آنها ببخشین 12000. نه، اونا که مذهبی به اصطلاح 1000 سال پیش بودن 6000، حالا میگن ما علمی شدیم، علمی شدن 12000 سال شدیم، برای اینکه دیدن ما تاریخ واقعیمون داریم بیرون میاریم. عجب پیشرفتی کردن. بله، به هر روی ببینید، بعد جالبیش اینجاست که چگونه اینها خودشون مثلا حتی این به اصطلاح باستانشناساشون میخوان مثلا توجیهشون، ببین خیلی برای من جالبه، میگه اینها برای این مثلا این کارو میکردن، ریدینگ میکردن، ترور میافکندن، میرفتن دزدی میکردن، حمله میکردن و خوراک از جای دیگه میکردن میآوردن، برای اینکه کار سخت بوده، it was more arduous، برایشون پروفیتبل نبوده، اصلا قشنگ میگه پروفیتبل نبوده. خب بزن ترجمه کنم، برایشون کار آرجوس بوده، یعنی طاقت فرسا بوده، کار دوست نداشتن، مثل آخونده، مثل جهودا که بقیه رو برده میگن و از بقیه و مغز دیگران مورد استفاده قرار میدن و مثلا اتومبیل میسازن میفروشن، یا مثلا تازیان شاه عباس کبیر کسافت های به صلاح چیز اقوام ترکه و شاه عباس صفوی بسیار مردم ایران رو پای دار قالی میشوندن و بچه ها کور و کچل و مریض و آرتروز میگرفتن، روماتیسم میگرفتن و قالی های زیبا درست میکردن، این کثافت ها برمیداشتن رو به اصطلاح در اروپا میفروختن اینها رو، یعنی خیلی در زمان چیز صفوی آرت بسیار پیشرفت، هنر بسیار پیشرفت کرد، کسافاتی که این گونه هنوزم دارن به صراحت از چیز صفوی و قاجار و اینا رو می نیسن. تو این کانالی هست به اسم ایران اینترنشنال که بهایی هایی هم که به صراحت از طریق عربستان سعودی پولشون، البته با برنامه ریزی اسرائیل اینا رو درست کرد، اینا هنوز از عقب پایینتنه چیز صفوی و قاجار رو اینا میخورن، هنوز اونها رو، چون اینا هم نسلشون به همونا میرسه دیگه، این بهایی هم دقیقا نسلشون به همونا میرسه. ولی به هر حال میبینی که این گونه توجیه میکنن که کار سختیه و مثلا سود نداره واسمون یه جا نشستن کشاورزی کردن، شهریتی دهی درست کردن و اینا، برای همین که سختی باید بکشیم پس ما این کار رو نمی‌کنیم. به دیگه چی علت این که اینا حمله‌گر بود، تازی بودن، کار سخت بوده و پروفیتبل نبوده، یعنی سود نداشته، سود نداشته، یعنی مثلا سود تو این که یه چیزی رو بدوزی یه جایی با قیمت ده برابر بفروشی، تو به حساب پولشو بذاری جیبت، ماحصلشو بذاری جیبت، یا برده بگیری برده کار بکنه تو بخوری، خب این سود دیگه سود. پس کار سود نداشته. وقتی میگه سوداگرایی همین دیگه،
بعد ولی خب جالبیش اینه که این خب اون دسته از افرادی که یعنی از خود پدرانشون این گونه میگن. حالا باز این هایی که یک کم پیشرفته ترن به صلاح مثل همین کاوشگر شمید میگه که خب میخونم میگه که and they said that if we move others come and exploit our resources. The best way is to settle down and exploit our own area ourselves. میگه و مخ organized religion began as solving this raiding and surviving procedure. میگه که این گونه فکر کردن که پس بهتره به جای اینکه ما این جا رو ول کنیم و بریم، شاید یه چیزایی، نه منظور این نبوده ول کنیم بریم، منظور این که ما همش در حال حرکت، چون اینا قبلا پیش از این حرکت اقوام ریدر جای خاصی نداشتن، تو بیابونا میدویدن حمله میکردن به بسیار جایی که آباد بوده، جای خاصی نداشت. بعد میگن پس بیا ما این مرکز برای خودمون درست بکنیم، ما هر وقت که حمله میکنیم برگردیم اینجا بله. اینجا که به قول من چیزایی که میاریم با خودمون داریم یه جای نخوره. انبار بکنیم که اگه هی جا به جا بشیم و اینا نمیتونه انبار کنیم، افراد دیگه میان مثلا چیزایی که اضافه اومده ما دزدیدیم اینا میان برمیدارن میبرن. یعنی حتی خود مرم چیز نداشتن، روا نداشتن که یه قوم تازی دیگه بیاد تهمونده دزدی ها و جنایت های اینها رو مثلا بخوره بلیسه فلان. پس در نجه نخستین بار که اینا تصمیم میگن مستقر بشن در جایی به این دلیل بود، نه به دلیل اینکه شهر بسازن، کشاورزی و فرهنگ و دانش و ستاره شناسی و علم و به این دلیل بود. که چیزاشونه خب دقیقا به همین دلیل بود. و میدونیم برای اینکه من فکر باز هم فکر میکنم به خاطر اینکه بردهاش بردگیری هم زیاد میکردن، خب ما میبینیم که این استراکچرها رو که این عقب مانده های ذهنی که نمیتونستن درست کنن، به برده های بیچاره شون میگفتن که برده هایی که گرفته بودن این ستون به تراشه بله. یا این مجسمه رو درست برای همین با اینکه اونجا زندگی نمی کردن، آشپزخونه و چیزی نداشتن. خیلی جالبه مثلا خود اینا در گیجی موندن که میگفتن یک به اصطلاح مستمره اینا هی میرفتن جایی مقادیر زیادی مثلا خوراک یا مثلا گوشت شکار آره میآورد و یکی از ریچوالاش، یکی از رسومشون هم همین بود. حالا من سپستر به یک زنی که عجوزه که اسمشون اینا شمن گذاشتن در یکی از همون غارهای اسرائیل پیدا کردند که اون هم داستانی داره، میگه این یهو یک عالم حیوان و اینا میخوردن مثل این وحشیای چی بگم که کثافت، اینا رو وقت استخونا رو میریختن تو همون جایی که یعنی هرچی که دزدیده بودن یا حتی ممکنه شکارم بلد شکار کردن یا دزدیده بودن میوردن، ولی شکار نه، برای اینکه در مناطق چون شکاری وجود نداشته مخصوصا در مناطق لوانت. همینو میگم برای همین من بیشتر و بیشتر به این نتیجه میرسم که در قسمت های ترکیه که یه مقدار اهلی کرده بودن اینو مرتب به اونجاها حمله میکردن، اونها رو برده میگرفتن یا سوی شرقتر از آریا وارتا و این مراکز رو به سرپا میکردن، یعنی آشپزخونه نداشتن احتمالا اینا رو هم تیک پاره میکردن خام میخوردن بله. خب بله اون وقتش میگه که organized religion began as solving this raiding and surviving procedure. بعد شمیت میگه these raiders ترجمه کنید بله میگه همین به صلاح مذاهب تشکیلاتی organized که به صلاح درست کردن، اینها پایگزار مذاهب تشکیلاتی بودن دیگه، اینها رو درست کردن برای جوابی برای اینکه در واقع این ترور و ریدینگ و حمله و به صلاح سروایوول یعنی نگه داره بله بقای خودشون، یه جوابی یه پاسخگویی باشه برای بقای خودشون در واقع. پس ترجمه درستش پاسخگویی نیست، این کار رو برای بقای خودشون انجام میدادن، مذاهب تشکیلاتی رو در واقع، یعنی شده بود یک پشتوانه برای بقای خودشون، پشتوانه روحی فکری فرهنگی که اگه بتونیم فرهنگ که نمیشه گفت فرهنگ نیست فرهنگ. زده فرهنگی رو که یعنی حمله و تجاوز و کشتار و بیشرفی و فرومایی و پستی رو به صورت یک سیستماتیک در آورد، یک سیستم فکری فرهنگی در آوردن. و اینی که برخی دوستان که گفتگو داشتیم این که
این آگاهانه انجام شده، این با پلن انجام شده، این مثلا از به خاطر این نبوده که مثلا این عقب‌موندگی ذهنی داشته باشه و مثلا نتونه کشاورزی بکنه، به اصطلاح مشکل داشته که کار بکنه، دلش نمیخواست کار کنه، خودبین و کثیف و پست و مثل آخوند مولا بوده. همین مولا بوده. مولا مثل خاخام و شلوم و این چیزا بوده. در واقع همین جا نشون خواهد رسید که اینها پایه‌گذار همین شلومیت و خاخامیت. خب یعنی این موجود یه موجودی که مثل شته است، مثل کرمه، مثل انگله. انگل رو راهی جز این نداریم که ما با انگل در تمام طول تاریخ انسان و یا زمین و یا درخت یا هر موجود دیگه با انگل ها همیشه مبارزه میکرده، چاره دیگری نیست. انگل هم نوعی برگزیدن نوعی از سروایواله و انگل ها چون مثلا مثل کرم ها و اینها چاره دیگه ندارن، یا مثلا ویروس ها یا میکروب ها حمله میکنن به بدن ها و موجودات و فلانی ها و اون موجود رو از بین میبرن و بعد خودشون هم در درون اون موجود، موقعی که اون موجود میذارن توی خاک، خود انگل های توی روده یا ویروس های بدن یا مثلا ایدز اگه تو باشه اون تمام اونا میمیرن. یعنی تازی هم همین گونه است، یا جهود یا هر چی که اسمش میخوای بذاری همین گونه است. چون انگله در نهایت با پس از کشتن چیزای لایف، زندگی بر روی زمین، به نابودی خودش میانجامه. و هر چه ما به این ویروس بگیم که آقا تو اگر این بدن رو تیک اوور بکنی، ایدز بدی، ایدزیه که میمیره، شما یه تریلیون ویروس توش هستین، همه تون نابود میشین و ویروس گوش نمی کنه. ولی خب انسانی که تبدیل به ویروس یا انگل میشه، این کار رو، این راه رو خود برمیگزینه و در نتیجه رفتار ما در مقابل یک انگل یا ویروس همون رفتاریه که در مقابل انسان تازی که آگاهانه، حالا میتونیم انگل و ویروس رو بی تقصیر بگیم اگه موضوع بخوایم، تقصیر و غیر تقصیر اصلا یه حرف عجیب و غریب، اصلا بی معنیه، ولی اگه بخوایم بگیم انگل و ویروس طراحی بدنش اینجوریه که حمله میکنه به هستی و ضد به سرا فراپویشه، این موجود تازی که داره انگل رو کپی برداری میکنه آگاهانه داره میکنه و در نتیجه اگر افرادی، یعنی یکی از دوستان که گفته بود که اینا تقصیر ممکنه نشته باشن چون جنسشون اینطوریه، نه به هیچ وجه اینگونه نیست. جنس ویروس و کرم مثلا روده اینطوریه، برای جنس آدم دو پا اینطوری نیست جنسش. در نتیجه آگاهانه تصمیم گرفته که ویروس رو تغییر بکنه یا انگل رو تغییر بکنه و در نتیجه بقیه موجودات روی زمین چاره‌ای ندارن که با این ویروس بجنگن، یا نابود بشن یا بجنگن اون ویروس رو از زمین پاک بکنن. اینه حالا به هر حال در پاسخ یکی از همینان بسیار فریختمون. بله بله، در این مورد که گفتین که اینها همانند مولاها یا خاخامها و سرشلومها هستن، دقیقا پدرانشون ناتوفیان ها همین راه پیش گرفتن. میگن که اصلا خود به صدا محققای خودشون میگن scholars speculate that an elite class of religious leaders supervised the work and controlled the rituals that took place at the site. پس اون موقع هم elite داشتن. Control and organize of that population. پس در اون زمان هم اینها خاخام داشتن یا ملا داشتن یا آخوند داشتن و یا چرچ داشتن و یا به قول معروف سینگاگ یا مسجد داشتن، همه یکیه. دقیقا. و اون الیت یا اون انتخاب شده ها همون الیتی که اینجا ارسطو ازش نام میبره، میگه الیت ها که صاحبان برده هستن باید اسمشون دموسه یا مردمانه، اونا باید کراسی بکنن یعنی حکومت بکنن، اسمش میشه دموسکراسی که بعد میگن دموکراسی، یعنی حکومت مردم که اسمشون الیته یعنی صاحبان برده. حالا اون موقع اینا صاحبان به اصطلاح اون اورگانایزد ریلیجیونشون بودن و بیشک صاحبان برده هم بودن، چون قدرت
مذهبی رو در دست داشتن و بقیه رو به بقیه خط میدادن. دقیقا خب اینو میگه بعد. دقیقا. بعد خودشون اصلا به این نتیجه رسیدن که این همه سمبل سازی از این موجودات و این چیزی که در اونجا در این سنگ ها و این به اصطلاح محل ها هست، اینها اصلا خودش از لحاظ سایکولوژی، از لحاظ روحی روانی، ضد فرهنگ سازی، خودشون به صدا در اومده که اینها به خاطر این بوده که درسته که رسوم و رسم و رسوم و یه سری به صدا اعیاد و ریچوال و اینها خودش فرهنگ سازیه در واقع، ولی این که مدام شما دوروبرتونه که نگاه میکنید یک همچین موجودات جونده و خزنده و گزنده باشه و چیزهای هولناک یعنی تجسم بکنید شبهایی که اینها مراسم داشتن یا هرچی در تاریکی وقتی آتشی روشن میکرده، اینها انگار که اصلا دارن را میرن یا یه وحشت عجیب اونجا فرا میگه، در حال حرکت میشن این جانوران و یه حالت ذهنشون را میرن، بر لایف به خودشون یه زنده میشن در واقع، توی ذهنشون زنده میشن دقیقا. و این میگه این منظورتون ضد فرهنگ سازی بود؟ بله، ضد فرهنگ، یه فرهنگ سازی تازیگری. اینها خودشون ببینید چه تأثیری، میگه حتی اون رسم و رسوم ها اونقدر تأثیر این همه اجسام دوره ورشون این کودکان اینها رو در همون خط نگه میداشت و در واقع اینها رو به همون شکل تربیت میکرد و تا مغزشون این شکلی در واقع که مغز خور میشن در واقع. این جزء همین جزء همین پژوهشایی که نه نخوندم، میگه such a systematic and symbolic، حالا میگه rich world view was ideal for providing the cultural underpinning that could be shared by all those in community, for they lived and by through the symbolic reference in their settlements. پس میبینید که اینا رو این گونه به ستلمنت یا به افراد خودشون و حتی به نسل‌های بعدی منتقل می‌کنه. دقیقاً میگه این گونه است دیگه. میتولوژی ما چه میگه؟ دقیقاً. مردم آریا چی میگه و چی یاد بچه‌ها میده و اینها چی یاد میدادن؟ خب کم کم توی پروسه چند هزار ساله حتی اگه اینها ژنشون هم از اول وحشتناک نبوده، پس از اون که روی این کار ست میشن و مغزشون رو میبرن که حتما بشریت و زمین رو نابود بکنن و با پستی و فرومایگی و جدایی و حمله و جنایت خنجر پشتنی زندگی بکنن، بعدن حتی مغز هم روش نسل در نسل از نظر ژنتیک تأثیر میذاره، چون فرهنگ یا ضد فرهنگ در نسل بعد از نسل تبدیل میشه به یک پدیده شیمیایی، یعنی اون پیتولیتری گلند یا اون هیپوفیز از کار میفته و توانایی احساس سیمپاتی و امپاتی و همدردی و هم دلی و اینها در اینها از بین میشه و اینا تبدیل به همون موجودی که گفتیم اسمش انگل میشن ده. و انگل هیچ راهی جز مبارزه باش نیست، بگن انگل میاد و در درون تو نفوذ میکنه، یا شما میمیرید یا انگل میمیره، شما باید تصمیم بگیرید که به هر حال انگل میخواید یا نمیخواید. هم دوستان گرامی که میگن خب آقا حالا اونام آدمن نه اونا آدمن، ما انسانیم، اونا انگلن، ما وهمنه هستیم، فرقش زیاده. حالا هرکی که دوست دارن میگه such a systematic and readily symbolized world view was infectious, readily communicated and easily learned by others who had the same cognitive skills and the same need to cope with their new way of living. پس infectious بوده این افکار، یعنی مثل ویروس infect میکنه، یعنی چی؟ واگیر. بله. خیلی سریع واگیری داشته اینو برخورد ما بین خودشون، برای اینکه اون از کاگنیتیو آماده پذیرفتن این نوع فرومایگی و پستی و انگل منشی داشتن. دقیقا. خب بله، زیاد طولانی نشه. بله، به هر روی میبینیم که به هر حال این رسم و رسوم های قربانی کردن در این محل ها به زیر خاک بردن کل محل، نخست اون جایی که اون جسد بیکله رو میذاشتن و بعد همه چی رو روش آتش میزدن، اون ستون ها رو میانداختن و سپس اونجا رو
خاک میکردن و اینها گیهنوم در اورشلیم هم همینجور جایی بوده، گیهنوم جایی واقعا بوده که اینجور چیزها رو میسوزوندن، بچه بله ها رو یا حتی آشغالاشون رو در اونجا میست که اسمش گیهنوم بود در اورشلیم، که بعدا توی عربی میشه جهنم بله اسمش. بله میگفت the earliest of but at the end of this its used life a headless corpse was placed in the center of the floor. The post and roof were burnt and the cavity was filled in. همین صحبتی که کردم، اون وسط جسد رو میذاشتن، اونها رو، اون ستون ها رو میسوزوندن و بعد دوباره اونجا رو با خاک پر میکردن. یعنی تمرین تخریب و آتش زدن و کشتار و سربریدن و اینها، که تمرینیه که روان یا ضد روان این موجودات آماده بشه موقعی که به شهرهای مردمان هستی حمله میکنن، بتونن این کار رو با سرعت انجام بدن. یعنی کارهای مذهبی در اصل نمایانگر اون چیزیه که در اصل فرد میخواد در یا اون جامعه میخواد در اون زندگیش انجام بده. مثلا نوع تفکر شرق یا خاورزمین موقعی که نگاه میکنید که مذهب نیست بلکه نوعی دعینا یا هر فلسفه است، میبینیم که به دنبال راستی و نیکی و پردیسازی این هاست. ولی مذاهب تازی یا مذاهب ابراهیمی میبینیم که هر کدومشون، اونایی که اصلیاش باشه از سومریان بگیرید بیا تا برسید به ابری، میبینید که همش تمرین تجاوز و کشتار و جاسوسی و فاحشگی و استفاده از فاحشه، استفاده از ایجاد فساد، ایجاد نفوذ در جوامع، تکوبر کردن، گرفتنشون، دزدی، همه اینها مقدسه. اما اون مذاهبی رو که اینها به عنوان گوئل جهودان ساختن، به عنوان گوئل یعنی خودشون میگن گوئل، اسم خود چیزی که خودشون به مذاهبی که ساختن میگن، مثل مسیحیت و اسلام و بعد شاخه هایی که در مسیحیت یا شاخه هایی که در اسلام وجود آوردن، حالا در نمیدونم بخش سنیش 7-8 شاخه، در بخش شیعش چندین شاخه، که برای اونا مهمترینشون شاخه شیعه بهایی بهاییگری بود. میبینی همه این گوئل ها یا خدمتکاران جهودان رفتارشون رفتار خدمتکاریه. حتی نماز گذاشتن باید پیشونیشون رو بذارن زمین، مقعدشون هوا کنن که قول معروف چیز ساتیسفای بشه، الله یا یهوه ساتیسفای بشه. ولی خود جهود این کار نمی کنه. به چیزاش میگه، مثلا به مسیحی نوکرش که بعضی که مسیحیت میسازه میگه مثلا اگه زن تو گوشت اون بر گوشتن باید بگیری، یا به مسلمونه میگه که موقعی که در مقابل یهوه که بعد میشه الوهیم و الله و فلان اینها، باید نه تنها مثلا کله تو تکون بدی و فلان اینها، تو دیگه مثل من نمیتونی این کارو بکنی، سر تکون بدی، مثلا این کعبرم بذاری رو پیشونید، مثلا دق دق سرت میزنی مثلا به سنگ و فلان، تو باید دولا راست دولا بشی. نه بعض اون که تمرین کردی دولا راست شدی و خلاصه دولا شدن تمرین کردی، آخر سر پوزه بر زمین بگذاری و پیشونی پوزه بر زمین بگذاری و به سرا مقعد هوا کنی که به هر حال هر کس میخواهد از جهودان یا حتی خدای جهودان ساتیسفای بشه. خب در نتیجه این نوع فرهنگ سازی که شما میگی، یا زده فرهنگ سازی، نمیدونم اسمش چی میشه بذار، این یه پدیده جدیدی نیست دوستان. میبینیم که همون راه دقیقا داره ادامه پیدا میکنه. به 12,000 سال هم یه چشم هم زدنه، فکر نکنه او یه چیز دیگه بوده حالا یه چیز دیگه شده، حالا دقیقا همون. فقط دوران این نوع پستی و فرومایگی به سر رسیده، به این دلیلی که تمام کارها و تخریبی که میخواسته انجام داده، به تمام دنیا هم به اصطلاح تصاحب شده. حالا از اینجا جای دیگری نمیتونه بره به جز این که بحران های درون خودش و این غیر قابل ادامه بودن این سیستم ضد فراپویشی یا ضد تکاملی به دوران نهایی خودش رسیده و هیچ آلترنتیو دیگه به جای نمونده، مخصوصا که آلترنتیو بردهداریش که خب تموم شد دیگه، سودآور نبود. آلترنتیو فئودالیش هم که سودآوریش از دست داد، به سرمایه‌داری رسید که سرمایه‌دار هم گفتیم به زمانی که
راهی جز به مونوپولی شدن نداره، دوران خودش رو نابود میکنه، یعنی تضاد خودش رو در درون خودش هر کدوم از این پدیده های ضد حیات میپروریدن، چه برده داری، چه جفو داری و چه سرمایه داری، تضاد خود در درون خود میپروریدن، برای اینکه یک پدیده ضد تکاملی هستن. و به این دلیل، به دلیل ماهیت واقعی شناخت رابطه شوند و فرایند و دیالکتیک حرکت تاریخی که میبینیم به دوران آخر خودش رسیده و چرا درنگ حیاتی و آخره، به این دلیل به همیهنان همیشه عرض کردیم که تصمیم خودشون رو خیلی سریع بگیرن به این شونده. بله بسیار عالی. پس میبینیم که اینها سرهای زیادی رو از تمام این جایگاه ها به دست آوردن، سرهایی که به حال یه جورهایی پلاستر کردن و همون گونه نگه داشتن که مثلا سر زنده هست، گلمالی کردن. حتی تا 9، 10، 11 تا سر مثلا در یک جا اینها به دست آوردن. و اینکه این به صدا مرد پرستی و به مرده ها رو کرد در این قربانگاه هاشون کردن اینها و مرده خوری، اینه که perhaps this function as the burial ground for the priesthood، یعنی میخوان همین خاخامسازی و سرشلونبازی و به صدا سر اون الیت های اون افراد رو در واقع چی میگه برای پریسود؟ میگه این فانکشن به خاطر اینکه بعضی از این به اصطلاح در خاک کردن ها میگه perhaps is as these functions as the burial ground for the priesthood، یعنی اونایی که خیلی مهم و سرشنم هستن، اونایی که خواهن آخوند بشن، خواهن بشن، فران شدن، این ریچوال ها رو در مقابل دیگران انجام میدن، الیت ها. بله. بعد و اینکه فروماسون های امروز، بله، scholars think that adult brains may well have been eaten at death as a way to pass on the deceased essential qualities to the living. این دیگه از کجا میدونه به چه دلیل مغز خوری دیگه، میگه مغز میخوردن ولی بعد توجیهش رو پشت هم عجب کسافت هایی نمیسندن مثلا که روح اون مغزی رو که میخورن در بدنشون حلول کنه. آخه مردک از کجا میدونی؟ باشون مسابقه کردی 12,000 سال پیش که این مزخرف رو نوشتی؟ به هر حال ممکنه مغز میخوردن. به هر حال ممکنه هست به اون فکر و خیالات باشم، یا حالا مغز هزار فکر و خیال شاید داشتن. تو از کجا میدونی مردک این موضوع اینو نوشتی؟ احمق جهود با پوزش از احمقان. بله. و هر روی از این چیزهای خیلی عجیب و غریب واقعا بسیار زیاد هست و یعنی توجیه در توجیه. چرا سر میبریدن، چرا مغز میخوردن، چرا همچین میسوزوندن و زیر خاک و تلمبار و کثافت مخفی میکردن؟ و امروز میبینین دیگه موقعی که اینا ساختمونا رو خراب میکنن توی سوریه، توی عراق، توی افغانستان، بمب میبندن با خودشون، یکی رو میفرستن بچه رو که بمب میجامنسه. خب این همون تکرار این مرض روانیه، این کارمایی که اینها خودشون دارن میگن ما درست کردیم و بعد میخوان توجیهش هم بکنن. شاید میخواستن این مغزها رو بکنن که بخورن که آن روح آن مرحوم در آن حلول کنند. خود این آخوند این مادر سگی با آره خیلی گرفتن خود به صلاح همین جروزلم پست و این چیزا همه اینا رو تحقیق میکنه و بیرون میده، یک چیزی رو مالکشی میکنن. ولی به هر حال این واقعیتش رو نشون میده. میگه که while some have argued that this practice is a form of، یعنی پرکتیس این که سرهای زیادی رو چون اینجا اونجا پیدا کردن، سر جدا شده از بدن، چرا مثلا 10-12 تا اینجا یه 30-40 تا اونجا، میگه که داره توضیح میده که while some have argued that this practice is a form of trophy collection likely from dead enemies، the traditional view holds that skull collecting is in the Natufian a form of ancestral veneration possibly linked to emerging sedentism and the control of the local resources. خب چیگو اولش میگه علتش این که چرا این سرها رو به دست میاره، هم برای اینکه تروفی کالکشن میکنه، یعنی مثلا عنوان جایزه جمع میکردن از دشمنانشون.
تروفی یعنی موقعی که مثلا یه حیوانی رو به قتل میرسونن، اون آدم کثافات توش رو پر کاه میکنن و اونجا میزنن، میگن ما اینو کشتیم، با افتخار میزنن به دیوار و اینا، یعنی مرض روانی وحشتناکیست. بعد میگه شاید، ولی برای تروفی یعنی داره همونجور گفتی یعنی جایزه و اینا، یعنی یه چیز خیلی مثبت در نظر میخواد مثبتش کنه. میگه شاید تروفی داشتن جمع میکردن از دشمن و اشغال. ببین دشمن هم مگه اینها دارن؟ شما دشمن دیگران هستن. پس یادتون میاد که سپستر ما میبینیم دیگه در تاریخ اتفاق افتاده، از سرها مناره میساختن، یعنی اینها رو به اون زیر دستای ترک آدمخوار خزری و چچنیا و همه اینا هم یاد دادن، در طور تیمورها و چنگیزها اینا که مناره می ساختن. یکی میگه چرا سر میبری تو چیز بود، چرا با عجل می سر میبری؟ چون سرها ایرانی ها رو میبریدن و میداختن تو تور رو ببرن جایزه بگیرن، تروفی بگیرن. حالا یارو میگه ما یادمه که توی سالهای ابتدایی از اون موجود کثیف مریض برای ما مثال میبرم، این چقدر بزرگ در زمان ممرزاشاه کثیف این کتاب های درسی تبدیل شده بود به کثافت یهودی نویس، یهودی ها یاد بچه ها می دادن. مثلا در زمان رضا شاه بود حمله، مثلا تو تاریخ بود حمله عرب به ایران، در زمان امام رضا کردنش آمدن اسلام عزیز به ایران. و تو کتاب های درسی تو کلاس سوم ابتدایی، چهار سوم ابتدایی، بعد یادمه که بزرگی و عظمت این یاروی که با از ایرانیان مناره می ساخت، تیمور لنگ. تیمور لنگ ببین چه آدم مهمی بود. تیمور لنگ بعد اون که در یه جنگی شکست خورده بود و در یه خرابه ای افتاده بود و زخمی بود، نگاه کردید یه مورچه ای هزار بار یه گندمون رو برمیداره از دیوار، میره بالا، گندمون بالا میفته، دوباره میاد پایین برمیداره، یاد میگیری که باید پشت کار داشته باشه و بعد دوباره لشکر جمع میکنه و به ایران حمله میکنه و ایران رو میگیره. شما باید یاد بگیرید که چگون از این بزرگان تاریخ یاد بگیرید. این چیزا رو به ما یاد میدادن دوستان در زمان آمام رضای کثیف فاحش صفت با پوزش از فاحشگان واقعی، این فاحشه کثیف اینها رو، این چیزها رو یاد ما میدادن. و امروز هم خب ببینید تغییری نکرده و اینایی که جای آمام رضا گذاشتن همون کار رو تکرار میکنن با وحشت بیشتر. ولی به هر روی میبینی که بعد سخن از این میره که اینگونه میگن که اینها به اصطلاح محققای کوئسشناشون سوالاشون بیشتر شد، برای اینکه هرچی بیشتر تحقیق و تجسس میکردن میدیدن سرای بیشتری رو به دست میارن، گیج شده بودن. خدای چیکار کار میگفتن توجیه قبلیشون بود که اینا دشمنانشون بودن واسه همینا تروفی جمع میکردن، ولی میگه سدنتیزم ان کنترل ریسورس ها هم میخواستن بکنن، یعنی کنترل کنن، سرشرومی کنن مناطق همیش. بعد میدیدن که نه، ما سرجم کنیم هرچی ما میگیم شما انجام بدید. دقیقاً بعد میبینن که زیاد شده اینا، بعد میگه که however, researchers have begun to question the interpretation of ancestor worship as evidence mounts from other side that skull collection and modification was not reserved strictly for adults. یعنی بچه ها هم سر می بارید. حالا با این چیکار کنیم؟ حالا این توجیه کنیم. اسکالر ها و این دانشمندان جهود چی گفتن؟ حالا اینو چجوری توجیه میکنن؟ حالا اینو توجیه دیگه نه، دیگه همینجوری ولش کرد. بعد باز جلوتر میریم میگه آخه این جریان چیه؟ حالا بعد از همه این وحشت ها و این رسم و رسوم ها رسیدن به این که بعضی جاها شواهدی پیدا شده که این گورها رو دوباره کندن خوردن و دوباره نمیدونم حالا خوردن، حتما خوردن، دوباره مرده ها رو خوردن و بعد دوباره یه اسکالایی رو که قبلا یه جاهای دیگه بوده اووردن کردن اون تو و اصلا دیگه اینا رو گیج اندر گیج کرده. من نمیدونم چرا این کار کرد. این مثل احتمالا اون اقوام فرح پهلوی که مثلا تو گورستان تبریز زندگی میکردن، بعد مرده ها رو در می آورد شب که بله. تبریزی می آورده اینا در می آوردن می خوردن. بله. همون چیزای در واقع یهودی های نفتالی، خیلی اسمش نفتالی، ناتوفیان نزدیک دیگه به هم.
اصلا از بله یک که بعد چیزن. اینا بله بعدن اسمش اسم دختری که بوده جبارزاده جمیله جمع جوازا جوارزاد میکنن فرح پهلوی و اون جاکش دربار اون زاهدی بود. زاهدی بله میچپونتش به آقا ممرضای احمق بیشعور مریض روانی بله برای جاسوسی و برای بله برای میگه که که جزء فروماسون جهانی باقی بمونه. بله به هر حال میگه although in some cases they represent the disturbance of earlier burials in the same location. به هر حال همینجوری میگه اینا که گورای همدیگر رو در میارن چون دقیقا پدرتو در میارم تو موقعی که عربا به ایرانی ها میگفتن موقعی بله. حمله کردن یهودی ها یعنی به دقیقا ایرانی ها میگفتن عربا یهود پدر در میارم یعنی این سنت من که من میرم و بعضی جنگ گور چیزات میرم به گورستانت و گور چیزاتون که مثلا برای شما سکرده مقدس احترام میذارین به پدرانتون مادرانتون که اونجا گورستان اونهاست اونا رو در میارم و به صدا آتش میزنم و گور به گورتون گور میکنم گور به گورتون میکنم اینا. این از اونجا از میاد اونجا این از میاد. اونجا میاد که دوستان چیزی تغییر نه امروز همون دیروز همون 12,000 سال پیشه زیاد گیج نکنین خودتون این همان است. بعد مثلا خیلی چیزای وحشتناک دیگه مثلا در یک گور دیگه یک زن میانسالی رو به گویا پیدا کردن که خب همه چی هم پریزرو کردن مثلا چشم و صورت و اینا رو دو مرتبه به گلمالی کردن و نگه داشتن بعد سر یک بچه یک بچه رو در آغوش این گذاشتن یعنی دارم. ببینین که یعنی اینها این من یاد جریان افتادم که این داعشی ها یک دختر بچه رو سر زده بودن بعد تن بدون سر این دختر بچه رو گذاشته بودن رو دامن مادرش yeah. و عکس گرفته بودن yeah, یعنی عکس گرفتن دقیقا این همون پرکتیس اون همون اعمالیه که اون موقع ها انجام دادن مثلا یک همچین مرض کینه و عقده و وحشتی که در این مغز این موجودات هست دوستان یه چیز عجیبی است یعنی که چی بگم دیگه دقیقا آدم زبانش قاصر میشه قاصر یعنی چی؟ قاصر از قصور میاد از ناتوان بله به هر روی میخوام در این مورد این اسمشو گذاشتن شمن خیلی جالبه یک پیرزن عجوزه رو در قاری در شامن؟ شامن شمن یک پیرزن عجوزه ای رو که دوارف بوده کوتوله عجیب و غریب بوده and suffered from variety of disease and distortions و این دیگه خودشون جودا دارن میگن که رنج میبرده از تمام مرض هایی که اصلا استخوناشو بله یک زن 45 ساله عجوزه دوارف کوتوله عجیب غریب رو که در سایتی در گلیله در هیلازون جلیل همون اسرائیل امروز بله در غاری در اونجا پیدا کردن او دیگه فکر کردن که حالا چه کش بزرگ کردن شاهزاده زیبای جودان پیدا که مومیایی شده ای پیدا کرد در ایران شاهزادگان زیبای مومیایی شده پیدا کردن اینا مادر خودشون رو پیدا کردن بله میگه که In reaching age 45, she had lived a relatively long life for the people. She was very short, practically a dwarf, and also suffered from a variety of disease and distortion that must have made her look quite unusual. دیگه این خودشونه دارن میگن. Unusual یعنی وحشت نینجا نه یه غیر معمول به عنوان یک موجود وحشتناک. خیلی. مخت هم گفتین به پارسی میشه جلیله سایتش. بله سایت در هیلازون تچت لور هیلازون ریور به حال این در یک این دقیقا یک نتوفیان چیز محله و این رو در یک قاری پیدا کردن از که بله همجایی که اسرائیلشون رو ساختن دقیقا. درست میدونستن اینا خودشون کیا هستن کجا هستن پرامیس لند زمین به ما پرامیس شده اصلا این خودش میگه این تیمی که Professor Lior Grossman of Hebrew University of Jerusalem
اینو دیگه میره کاوش کشف کردی میکنه کرده، حالا ببین چجوری مادرشون، ماله میکشه. مادر مادرشون رو پیدا میکنه. میگه که در این غار 28 تا آدم هست. این غار خیلی مهمه، آها. این غار رو کشف کرده، حالا میخوام اینا ریچوالی که این اسمش هم شامن گذاشته، اسم مثلا زنی که شامن آره بوده. یعنی الیتی بوده، واسه خودش رهبری بوده، مادر کلشون بوده. مادر کلشون بوده. بعد اینه که به اصطلاح کاوش کردن، 6-7 طبقه 6-7 لایه در واقع از اینجا به دست آوردن که در واقع نچرال ناتوفیان ریچوال ایونت رو در این در واقع غار میشه شهر داد، که اصلا رسومه خاک گذاری ناتوفیان ها چگونه بوده واسه یه شامنشون، یه آدم خیلی مهمشون. خاک گذاری یعنی چی؟ یعنی در خاک کردن، در فرو کردن در خاک. ناتوفیان بریال یعنی به گور کردن. گور کردن بله. بر روی میگه استیج های مختلف شد. جالبیش اینه که مثلا در لایه های 4-5-6 که به اون تقریبا یکم عمیق تر میرسه، این زنه رو خاک کردن، بغل پاش یک پای قطع شده، بغل پای این زنی که میبرن میذارن اونجا، و با بسیاری از استخوان‌های حیوانات از جمله لئوپارد پلویس، یعنی مثلا چیزی از پلنگ، یعنی باسن پلنگ، پیگز لگ، این احتمالا چلاق بوده، یه پای انسان، یه دونه پلویس پلنگ، یه دونه پای خوک، و دو تا سکال مثل مارتنز، مثل فکر کنم یه نوع جونده ای باشه، جمجمه مارتن. بله. بعد کاوز تیل بون، دنبالچه به اصطلاح گاف، و یک human foot from a person who had been much bigger than the shaman herself، یه پای انسانی که خیلی هم ازش بزرگتر بوده. یعنی پاش همه پا چیز خوب بهش هدیه میدن، میخوابونش تو گور. بعد اصلا در توجه بودن که در لایه در اون لایه و در لایه بعدی یک عالم استخوان‌های آهوهای جوان، بچه آهو، بچه آهو، و یک آدم هم به اصطلاح تورتوس شل، لاک پوش که تو اونجا، یعنی خیلی زیاد که همه اینا رو به تجربه. بعد میگن این ریچوال فیست بوده، یعنی مثلا آدم ها بخور این 28 نفری که اونجا جمع شده بودن و این افتار ریچوال درست میکردن. آره، و به صورت وحشی فکرشو بکنین، زنی که رو به گور کردن، رشستن بالا سرش، مثلا آهو و فلان و لاک پشت و اینا میخورن، استخوناش هم میریزن اونجا، میزنه که دفنش میکنن. بعد چقدر مهم، چقدر این دیگه فرهنگی، نگاه این دیگه شامن ریچوالش، این دیگه شامن ریچوالش. شامن ریچوال. به هر روی من دیگه کوتاه میکنم این این جستار رو، این که خیلی لذت بردیم. بله، این تحقیقات خودشونه و اینکه این ناتوفیان هایی که بهشون افتخار میکنن و قدمتشون رو به هم به 12,000 سال با افتخار خود نتانیاهو هم میرسونه و میگن این بودن، اینها بودن، و اینها هم رسومشون بده، آدم خوری، مغز خوری، بچه کشی، سکال دنسینگ، نمیدونم این محله های قربانگاه هاشون و اینها، سلام دستگاه، هنوز هم ایلومیناتی ها میکنن، دقیقا همه اینها رو دارن ایلومیناتی ها میکنن و بدتر هم شد. و به هر روی دیگه این راهیست که راه تازیان هست، پدر بزرگ تمام تازیانی که سپستر اومدن، و ابری ها تمام اینها رو در واقع جمع کردن، برادرها و عموزاده ها و اینها، رسم و رسومشون و همه چی رو جمع کردن در کتاب های بسیار زیباشون نوشتم. بسیار دانش افزا بود برای ما، خیلی درس گرفتیم. باید بهشون تروفی بدیم، سکال تروفی باید بهشون بدیم. بعدی به هر روی یادمون، شما اشاره کردین که در زمان ضحاکی ما با همین ها روبرو بودیم و با همین موجودات اسرائیلی اورشلیمی در روبرو بودیم که داستان تاریخیش به زیبایی در شاهنامه هست. دوستان نسل شما رو زنده نگه داشتن در مقابل چنین موجوداتی، و
پس وظیفه خیشکاری شما به سپاس به پدران و مادرانتان چه خواهد بود؟ راه خود را برگزینید. بله. خب چیز دیگه نداری؟ نه، به هر روی من این جستاری که گفتم جستاری باز گسترده هست، برای اینکه من میبینم که بسیاری از ویژنری ها، اونهایی که به اصطلاح مستقل فکر میکنم، من در سطح اکادمیک دارم این سخن رو میگم، اونهایی که پیشرو هستن و دیگر در اکادمیک پیشرو نداریم، ولی خب شاید نه در اکادمی نیو ایج، مثل افرادی مثل گراهام هانکاک و مثلا دیوید آیک یا مثلا خیلی از این امبر لاین، اینها هستن که آلترناتیو اکادمیک هستن. این من از این روی میگم گراهام هانکاک، برای اینکه خیلی روی این مسائل کار کرده و بسیار خیلی ویژنری، خیلی آدم درست و خوبی هست، ولی اینها هم به اشتباه میفتن. نه کارش کامل نیست، برای اینکه زمان میترسن بگن دقیقا که اینا همون جریان چیست، ولی به هر روی بله این خب در این برنامه نرسیدیم که ما روند کرونولوژیک تبدیل ناتوفیان به سومریان و اکدیان آشوریان و بعد بابلیان آشوریان و بعد ابریها یا جودان چطور از مجموعه این زده فرهنگ تورات و تلموز و کابالا نوشتن و اون رو به صورت به اصطلاح سیستماتیک و در سطح جهانی با کار بردن. ولی خب ریشه همون ریشه چیه؟ دقیقا همین ریشه موجود کرمانند یا انگل یا ویروس که خب مضر برای زمین، برای تکامل روی زمین، فراپویندگی روی زمین، و خب مشخصه دیگه که وظیفه ما چیست، یعنی یا اونا زمین رو نابود میکنن و یا ما زمین رو نجات خواهیم داد. اینی که تعیین تکلیف رو باید بگذاریم به عهده خود همیهنان، اما شاید در یک برنامه دیگری این روند ادامه پیدا میکنه، به اصطلاح کرونولوژیک یا تاریخی، ترتیب تاریخیش رو در برنامه‌ای که در چنین برنامه کوتاهی نمی گنجه، برای اینکه بله که چگونه اینا تبدیل شدن به این موجودات. ولی خب در این حال بسیار ساده است، شما قشنگ میتونید یک خط کاملا مستقیم از ناتوفیان بکشید به سومریان و بابل آشور و بعد ابریو که بعدش هم به اصطلاح مذاهب به اصطلاح ابراهیمی رو درست میکنن و موجودات به اصطلاح پدیده های کثیفی مثل مسیحیت و اسلام و صدها شبه و شاخه اون رو به وجود میارن. دقیقا دوستان، خب بله این جستار ادامه خواهد داشت، جستار تازیان در همین خطی که گفتید. ما پیشتر از این دو برنامه از سومریان داشتیم، ولی دوستان بیشتر میخوان راجع به تبلت ها و لوحه های سومری بدونن، من این رو ادامه میدم و در برنامه های دیگه باز خواهیم کرد. بسیار فرخنده، با بدرود تا درودی دیگر همیهنان گرامی. بدرود گرامی.